برای علایی همکارم با ما همراه میشه تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. دقیقا گزارش فاینانشال تایمز چه جزئیات تازه‌ای داره؟ میدونیم که امیر عبداللهیان ادعا کرده بود توافق حاصل شده، مقامات اینجا در آمریکا کاملا ردش کرد. این فاینانشال تایمز میگه منابعی در تهران یک سفیر اروپایی بهشون گفته که این مذاکرات سرعت گرفته است اما هنوز توافقی حاصل نشده. مسئله این است که من الان دارم این اگریگیتر نیوزم رو که وقتی میخونم راجع به اون دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که ادعا میشود در صورت که اگه این سه نفر بخوان آزاد شن، سه ایرانی آمریکایی که در بند جمهوری اسلامی هستن، قرار است اون پولهای بلوکه شده، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواهد آزاد شه از کره جنوبی. شما وقتی تو اگریگیتر نیوز میخونید و خبرهایی که اینجا دارم از 3 اکتبر 2022 بیزنس استاندارد راجبش نوشته است، بعد دوباره 11 اپریل قبلتر از اون سال گذشته میبینیم فوربز راجبش همچین چیزی رو نوشته، گاردین نوشته، اکانومیک تایمز نوشته، همینجور لیست هست از این مدت که جمهوری اسلامی با اینکه ادعا میکند که این یک داستانی است که حقوق بشری است و انسان دوستانه است، واضحاً سرنوشت ایرانی آمریکایی رو ربط داده است به یک پول. از نظر بسیاری در آمریکا این بهش میگن خونبها، اینا بهش میگن پول زور و این داستان برای دولت بایدن تبعات خواهد داشت اگر قرار باشد که بخواد یک پول اینجوری بلوکه شده رو آزاد کنه. ضمن اینکه ما در آمریکای قانونی داریم به اسم اینارا که در زمانی که برجام تصویب شده بود اون موقع پشت سرش کنگره آمریکا تصویب کرد، بر اساس اینارا دولت بایدن، نه دولت بایدن، هر رئیس جمهوری برای اینکه بخواد پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کنه مجوز کنگره احتیاج دارد. بنابراین دولت بایدن توانایی آزادی اون 7 میلیارد دلار بلوکه شده را نخواهد داشت بر اساس قانونهایی که الان هست. فاینانشال تایمز میگوید قطر پیشنهاد کرده است برای میانجیگری، برای اینکه یک راه حل بینابین پیدا بکنه، که اون 7 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی بیاد یک حسابی در قطر و اونجا برای یک سری نیازهای اورژانسی مثل خرید غذا، مثل خرید دارو استفاده بشود. در این صورت سوال این است که آیا اونجوری دولت بایدن میتونه اون پول رو از طریق کشور سالس برای خرید مواد غذایی و دارو به جمهوری اسلامی بدن؟ شاید. ما دیدیم قبلا وزارت خارجه آمریکا معافیت صادر کرده بارها برای بخش‌های مختلفی از جمهوری اسلامی در دولت ترامپ، حتی اون موقعی که میگفتن مخالف برجامند، هنوز برای یک سری از بخش‌های صنعت اتمی ایران معافیت صادر میشد. در همین دولت بایدن همین چند وقت پیش یادمون هست برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی که سابقه هر گونه شکستن نرم‌های حقوق بشری در دنیا از اعترافات اجباری، از کسایی که شکنجه شدن بیارن جلوی دوربین داره، دولت بایدن برایش معافیت صادر کرده بود برای یک سری از موارد. بنابراین آیا این کاری که قطر، این پیشنهادی که قطر میدهد، برای اینکه سوال این است، آیا اون چیزی که قطر میگوید، میگه این 7 میلیارد رو به ما بدید، این بعداً از طریق ما به جمهوری اسلامی داده بشه و خرج بشه در مواردی که ما مطمئنیم موارد انسان دوستان است، آیا این در واقع این گره مشکل رو باز خواهد کرد؟ اینو باید منتظر باشیم ببینیم و باید سوال پرسیده بشه از وزارت خارجه آمریکا که آیا در این صورت وزارت خارجه حاضر هست معافیت صادر بکنه. در اون صورت ممکنه دولت بایدن مفری داشته باشه. با این حال من میتونم به شما قول بدم که جمهوری اسلامی اگر این پول رو دریافت بکنه در کنگره آمریکا، نماینده های زیادی به دولت بایدن فشار خواهند آورد، نه فقط از جمهوری خواهان، دموکرات هایی که یکی دو سال دیگه در انتخابات 2024 قرار است در انتخابات اصلی شرکت بکنند، اونها هم آسیب پذیر خواهند شد به خاطری که این پول از دید بسیاری، گفتم، در جهان پول خونبهاست. این پولی که جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که ادعا میکند که فقط میخواهد تبادل زندانی کند و به فکر مردم است و این داستان ها انسان دوستان است، داره کاملا این رو ربط میده. مدت هاست و 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده است که ربطی به این قضیه نداره. آرش، رسانه ها چطور پرداختن در آمریکا به این مسئله، به تکذیب کاخ سفید و ادعایی که امیر عبداللهیان کرده بود؟ اگه کوتاه بگید. ببینین، از تو منظری الان داره به سوی رسانه های آمریکا نگاه میشه بعد از توافقی که با میانجیگری چین حاصل شده بین ایران و عربستان، و حالا من مطبوعات آمریکایی دارن نگاه میکنن از این منظر به اینکه آیا بعد از اینکه ایران و عربستان روابطشون داره با هم نزدیک میشه به ظاهر، آیا این باعث میشه که یک سری گشایش های دیگه هم بین روابط
ایران با غرب هم پیدا بشه و از جمله این مسئله که الان مسئله زندانیان ایرانی آمریکایی است. ولی ما حتی دیدیم نیوشا تو این چند هفته گذشتم خانواده نمازی مثلا با مطبوعات آمریکایی مصاحبه کردن. چرا خانواده نمازی که سعی میکنن خیلی سر و صدا نکنن، حتی با مطبوعات فارسی سعی میکنن صحبت نکنن که برای اینکه خانوادهشون مشکلی براشون پیش نیاد، به اینجا رسیدن، به این نقطه رسیدن که میرن میشینن با سی ان ان مصاحبه میکنن و از دولت بایدن انتقاد میکنن برای اینکه خانوادهشون آزاد نشده؟ به خاطر اینکه واضحا اینجا یه گره کور بوروکراتیک وجود داره. سپاسگزارم از توضیحات همکارم ارش علی از کنگره آمریکا با ما.